بازم خوش آمدید دوباره در ادامه بحث توبه و بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی. وقتی در قرآن مراجعه کنید ببینید که الله سبحانه و تعالی چی جایگاه خاص و ویژه‌ای برای بندگانش که مرتکب گناه و معصیت و اشتباه و خطای شدن و بازگشتن دوباره به طرف الله سبحانه و تعالی، اونجا میبینید که الله چقدر بندگانش دوست داره. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل بنی آدم خطا، تمام فرزندان آدم مرتکب خطا میشن، مرتکب اشتباه میشن، مرتکب گناه و معصیت میشن، اما بهترین خطاکاران، بهترین گناهکاران، ما بهترین گناهکار داریم و بدترین گناهکار. بهترین گناهکار او گناهکاری است که گناهی مرتکب شده، ذکر الله، فوراً الله بیادش آمده و توبه میکنه و برمیگردد از گناه و معصیتش. بدترین گناهکار گناهکاری است که از دنیا رفته، پشت سرش گناهانش هنوز جاری است، یعنی بنیانگذار اعمال نامشروع، کارهای زشت، گناه و معصیت شده که حتی بعد از سریو مثل که برای انسان مؤمن صدقه جاریش جریان داره اجر و پاداشش، برای این گناهکاری که بدترین گناهکاران از گناهش جریان داره برش. بنان عزیزان من، بیایید که باز بگردیم به سوی الله. ممکن تا ماه مبارک رمضان آینده دیگه این فرصت باقی نباشه و برای من و شما این اجازه داده نشود. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید این الله یحب التوابین، الله اکبر، همانا الله دوست دارد توبه کنندگان را، یعنی بندگانش که توبه میکنن باز میگردن اونها را الله دوست میداره. خود گناه مهم نیست، بازگشت از گناه و معصیت مهم است، خیلی مهمتره، توبه مهمتر از گناه است. ولی ما همیشه فکر و ذهنمان با گناه میاندیشه، نه با توبه و بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی. حتی در حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند اگر طوری می بود که شما مرتکب گناه نمی شدید، گناه نمی کردید، الله شما را نابود می کرد، کسانی می آورد که هم مرتکب اشتباه و گناه می شدند و هم معذرت می خواستند، هم استغفار می کردند، توبه می کردند، باز می گشتند به سوی الله سبحانه و تعالی. خیلی مهم قضیه، ولی این به این معنا نیست که دیگه کمر بسته بکنیم برای گناه کردن، بلکه معنایش ایست که وقت شما مرتکب اشتباه و خطا و گناهی میشوید، دوباره باز میگردید به سوی الله سبحانه و تعالی و توبه میکنید، معذرت میخواهید، این در حقیقت تحقق همون رحمان و رحیم بودن خداوند جل جلاله را ثابت میکنه. عزیزان من، بیایید که باز بگردیم از گناه ها و معصیت های ما، توبه بکنیم، بر بگردیم. اسرائیل به ما زنگ نمی زند، مسج نمی کند، ایمیل نمی دهد، خبر نمی دهد ما را. امروز و فردا نکنید. شاید شیطان برای ما هر روز تلقین می کنه که باش فردا، باش پس فردا، باش دیگه فردا، ولی فرداها پشت سر گذاشته شد و فرصت توبه را از دست دادیم. چه کسانی باید شدیداً توبه بکنن؟ من در اول گفتم که یکی توبه عمومی است برای همه انسان‌های مؤمن، همه را الله دستور توبه داده. یکی توبه خصوصی است که مختص کسانی است که مرتکب گناه‌ها و معصیت‌ها می‌شوند. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید انما التوبة على الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. همانا توبه را الله، بر الله است که توبه بندگانش را بپذیرد، اونهایی که مرتکب اعمال سو شدند، مرتکب جهالت شدند، مرتکب گناه و معصیت شدند، همانا الله توبه پذیر است. سبحان الله، و توبه برای شما خیلی نزدیکه. هر لحظه مرتکب گناهی شدی باز بگرد. چیزی با قرآن می فرماید والذین اذا فعلوا فاحشة
او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. کسی مرتکب عمل فاحشه میشه، مرتکب زنا میشه، در اثنای زنا کردن، در اثنای گناه کردن، در اثنای شراب خوردن یا بعد از مرتکب شدن گناه، ذکر الله، الله به یادش می آید، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار می کند، معذرت می خواهد، بخشش می طلبد، توبه می کند، تعهد دوباره با الله سبحانه و تعالی. چی کسی جز الله بخشایش کننده گناه است؟ حتما و حقا که الله گناه انسان را می بخشد. برای انسان توبه کننده در قرآن چند جایگاه خاص داده شده. یک، الله میگه من بنده توبه کننده ام را دوست دارم، ان الله يحب التوابین. دو، الله سبحانه و تعالی در رأس سلسله بیان کردن بندگان مخلص خوبش نام توبه کننده را میگیرد. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. وقتی نامهای بندگان خوبش را ذکر می کند، در رأس همه نام توبه کننده را ذکر می کند، تا اینکه توی گناهکاری که مرتکب گناه شدی و بازگشتی خجالت نکشی، نام تو در رأس است، در سر همه نامها ذکر است. التائبون، توبه کنندگان از جمله بندگان خوب خداوند است. سومین ویژگی و جایگاهی که برای توبه کننده الله داده در قرآن، کسی که توبه بکند، باز بگردد و عمل صالح انجام بدهد، اولئک یبدل الله سیئاتهم بالحسنات. الله اکبر، همه گناه ها، معصیت ها، نافرمانی ها، ناهنجاری هایی که مرتکب شدی، همیشه الله تبدیل میکند بر اعمال حسنه. تو گناه کردی، روز قیامت میبینید که همه به حسنات تبدیل شده، به نیکی ها تبدیل شده. اوج لطف و رحم و شفقت و مهربانی الله سبحانه و تعالی را نشان میده برای بندگانش. الله اکبر، این سه تا ویژگی خاص برای انسان توبه کننده است در نص سری قرآن. الله دوست داره، در نام، در رأس نامهای بندگان خوب خداوند ذکر است، و سوم، همه بدیهای تبدیل به حسنات میکنه. اگر در هر قدر انسان غرق در گناه است، غرق در معصیت است، نباید از الله ناامید بشوی، مایوس نشوی. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند، الله سبحانه و تعالی فرموده اگر بنده گناهکارم با کوههای از گناه و معصیت به طرف من بیاید، من با دریاهای از رحم و شفقتم به طرفش در حرکتم. اگر بندم یک وجب به طرف من بازگردد، من مترها و ذرا به طرفش حرکت میکنم. اگر بندم آرام آرام به طرف من بر بگردد، من دوش دوش رحمتم را به طرفش میفرستم به سرعت. چرا این روز فردا بکنی؟ بروی سر قبرستان نگاه بکنی، خیلی از جوانان بودن مثل من و شما میگفتن فردا توبه میکنیم، رمضان آینده توبه میکنیم، نمیفهم سال آینده توبه میکنیم، باشه حج برویم توبه میکنیم. اینها همه تلقین شیطانه برای انسان، میخواهد که فرصت ها و چانس ها را از دست شما بده. بلن عزیزان من، ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است برای بازگشت به سوی الله. هر قدر گناه کردی، معصیت کردی، زنا کردی، شراب خوردی، رقص کردی، آواز خواندی، هر چی کردی، جنایت کردی، از رحمت خدا مایوس نباش. دروازه رحمت الله باز است. من و افراد و امثال مثل من حق نداریم کسی را از رحمت خدا مایوس بکنیم. این صلاحیت ما نیست. بر بگردید. ولا تیأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت پروردگار مایوس نشوید. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا،
همه گناه ها را الله سبحانه و تعالی میبخشد برای بندگانش. الله اکبر. چرا باید مایوس بشوی؟ چرا باید ناامید بشوی؟ چرا باید فرصت ها را به تأخیر بیندازی؟ این چانس طلایی را از دست ندهی. صدها و هزارها افراد مثل من و خودت امروز و فردا کردن بدون توبه از دنیا رفتن. یک زمانی است که قرآن میگه دروازه توبه بسته میشه، دیگه برای انسان توبه نیست. اون دو تا زمان هست. یکی رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند این عمومی است، بر روخ همه دروازه توبه بسته میشه. مگه همه شب میخوابن، شب جمعه هست، صبح جمعه وقت بلند میشوند که آفتاب از طرف مغرب طلوع کرده، دیگه دروازه توبه بسته است، چیزی به اسم توبه وجود نداره، دیگه پذیرفته نمیشه معذرت خواهی. دوم لحظه که مرگ روحی به حلقومی رسید. قرآن چقدر زیبا میفرماید وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نیست توبه مگر برای کسانی که عمل سیئه و گناه و معصیت انجام دادن، و برای اونها هم این فرصت حتی اذا حضر احدهم الموت، پیش از مرگ برایشان توبه است. اما لحظه جان کندن دیگه سودی نداره. فرعونم لحظه ای که در دریا غرق شد گفت آمنا برب هارون و موسا، ولی برایش گفته شد دیگه سودی نداره. حال توبه میکنی در حالی که نافرمانی کردی؟ بنان عزیزان من، برادران عزیزم، خواهران عزیزم، هر گناهی که مرتکب شد، هر معصیتی که انجام دادی، بیایید باز بگردید به سوی الله سبحانه و تعالی. دروازه رحمت الله باز است. شروط قبولیت توبه، توبه مورد پذیرش الله و قبول الله است که چند شرط داشته باشه. یک، قاطعانه با عزم قاطع و راسخ توبه بکنید که دوباره برنگردید به طرف گناه. دو، بازگشتید به گناهانی که قبلا انجام میدادی، چنان مشکل باشه، مشقت باشه، مثل که شیری رو به پستان مادر برگرداندنش مشکل است. یعنی همون قدره که شیر برگرداندنش به پستان مادر محال است، بازگشتی تو هم به طرف گناه دوباره باید محال باشه، مشکل باشه، نباید بر بگردی. سه، استغفار کردن. استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه، زیاد تکرار بکنید. چهار، ندامت به پشیمانی در پیش وجدان خودی. همیشه باید وجدان انسان پشیمان باشه که چرا این همه گناه و معصیت. وقتی در برابر آینه ایستاد میشه خودت ملامت بکن. چهارم، جبران گذشته. یعنی هر چی در گذشته اگر حقوق العباد را پایمال کردی اونها را پس دوباره بر بگردان. اگر ظلمی به حق کسی کردی معذرتش بخواب. نمازت قضا شده از اینجا شروع بکن دوباره عهد ببند که دیگه قضا نکنی. اگر با چنین فکر و اندیشه ای توبه کردی و بازگشتی، و امیدوار بودن به این که الله بخشاینده است، این شروط قبولیت توبه است. الله میپذیره، بخشاینده است، و شرطه که من و تو بر بگردیم به طرف الله. بنان عزیزان من، این بود برنامه امروزی از درسهای ماه مبارک رمضان. چون ماه توبه هست، ماه استغفار است، ماه بازگشت به سوی الله هست، امیدوارم همه ما و شما توبه بکنیم که از رمضان تا رمضان دیگر ممکن این چانس و فرصت را دیگه مصائب نشه برای من و شما. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.